درود بر شما. میخوایم یک آزمایش رو با هم انجام بدیم. این آزمایش مربوط به خروجی ترانزیستور هست. سطح این آموزش هم مبتدیه. سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن موضوع رو براتون شرح بدم. وقتی یه موضوع به صورت تئوری شرح داده میشه، غالبا اطلاعات خوبی به دست میاد. ولی وقتی عملا روی اسیلوسکوپ نتیجه کار هم دیده میشه، باعث میشه که تو ذهن ماندگاری بیشتری داشته باشه. خب، میخوایم سیگنال ورودی و خروجی رو در یک ترانزیستور با هم بررسی کنیم. اول مدار رو بکشم. این یک ترانزیستور NPN. ما در اینجا یک ولتاژ رو وارد میکنیم. مثلا 12 ولت. و در اینجا 0 ولت. مقاومت هایی که برای بیس، امیتر و کلکتور قرار میگیره، با توجه به دیتا شیت ترانزیستور متفاوته و نیاز به محاسبه داره. من فعلا قصد محاسبه اینا رو ندارم. من میخوام خروجی رو در یک ترانزیستور با هم بررسی کنیم. یعنی سیگنالی که به ورودی میدیم چجوری در خروجی ظاهر میشه. این هم به صورت مثالن. مقادیر رو هم که به صورت عملی استفاده میکنم با توجه به مقاومت‌های موجود انتخاب کردم. هیچ محاسبه ای روشون انجام ندادم. ما میدونیم برای اینکه این ترانزیستور روشن بشه، ما باید اختلاف پتانسیل بین بیس و امیتر رو بالای 0.7 ولت داشته باشیم. همونطور که توی این مدار میبینید، ما فقط قرار یک سیگنال وارد کنیم و هیچ ولتاژی رو بیس نیست جز ولتاژی که سیگنال میخواد به ما بده. حالا فرض میگیریم که ما سیگنالی که داریم میدیم 10 میلی آمپر. یعنی این سیگنال ضعیف. ما میتونیم خروجی رو از دو جا بگیریم. هم از کلکتور و هم از امیتر. با توجه به نوع سیگنال خروجی در کلکتور و امیتر متفاوته که فعلا مورد بحث ما نیست. ما فقط میخوایم شکل سیگنال رو بعد از ترانزیستور ببینیم. ما فرض رو بر این میذاریم که میخوایم یک لامپ کوچیک رو با این روشن کنیم. مثلا این لامپ. فرض میگیریم که این لامپ 250 میلی آمپر میخواد. همه اینا فرضه. خب این ترانزیستور میتونه اینو روشن کنه. فرض میگیریم این ترانزیستور. ولی اگر بخوایم این لامپ رو روشن کنیم، یک طبقه دیگه باید به این اضافه کنیم. یعنی سیگنال ورودی ما اینقدر توان نداره که این لامپ رو روشن کنه که ما اومدیم یک ترانزیستور گذاشتیم. حالا برای لامپ دوم یا یک بار دیگه حتما باید طبقه دیگه ای وجود داشته باشه، چون این ترانزیستور خواهد سوخت. چیکار میکنیم؟ میاییم از یک ترانزیستور دیگه استفاده میکنیم به همین حالت. لامپ رو در اینجا قرار میدیم. کلکتور، امیتر و بیس. حالا باید ارتباط بین این دو طبقه برقرار بشه. بازم میتونیم یک مقاومت در اینجا بذاریم، مقاومت بیس، و در اینجا بستگی داره که ما خروجی رو از کجا بگیریم. فعلا بحث ما رو این بخش اصلا نیست، پس با این بخش هم کار نداریم. ما در اینجا میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما میخوایم یک سیگنال سینوسی رو وارد این مدار کنیم. در اینجا زمان هست و در اینجا ولتاژ. سیگنال سینوسی به این حالت، یعنی بخش مثبت اون بالای نمودار و یه بخش اون زیر نموداره. در اینجا منفی و در اینجا مثبت و در اینجا هم صفر است. وقتی سیگنال در این مدار وارد بشه، این بخش مثبت که ولتاژ مثبت داره این ترانزیستور رو روشن میکنه. ولی وقتی سیگنال به اینجا برسه میشه صفر و این بخش منفی این مدار رو دیگه نمیتونه روشن کنه. پس ما چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که تو خروجی شکل سیگنال به این حالت نباشه. اینجا زمان و در اینجا ولتاژ. پس سیگنال بخش مثبت اینجا وارد میشه. چون بخش منفی نتونست این ترانزیستور روشن کنه، ما یه خط صاف داریم. و دوباره در چرخه بعد
دوباره به این حالت. پس در این مدار که ما میدونیم مدار کاملی نیست، خروجی سیگنال سینوسی باید به این حالت باشه. آیا واقعا این اتفاق میفته؟ بله، چون این مدار کامل نیست. ما در اینجا ولتاژ بیس رو فقط به کمک سیگنال داریم فراهم میکنیم. پس ترانزیستور در این حالت و در این نقطه خاموش میشه. چجوری باید این مشکل رو رفع کنیم؟ اول روی اسیلوسکوپ اینو ببینیم، دوباره برمیگردیم روی نمودار. من در اینجا یک ترانزیستور NPN دارم. این ریل مثبته و اینجا ریل صفر ولت یا منفی. این مقاومت بیس هست که در اینجا ورودیش. این مقاومت کلکتور 2.2 و این مقاومت امیتر. بس ولتاژ مثبت و منفی رو اینجا وارد میکنم. فانکشن جنراتور که قراره بر ما این شکل سینوسی رو تولید کنه روی بیس قرار میدم. اسیلوسکوپ رو روی بیس میذارم و روی امیتر خروجی کانال دیگه اسیلوسکوپ. الان روی نمودار بهتون نشون میدم. روی مدار 0 ولت تا همینجا وصلم، هم مربوط به اسیلوسکوپ هم فانکشن جنراتور، هر دوتا اینجا. پراپ یک اسیلوسکوپ در اینجاست روی بیس و پراپ دو در اینجا روی امیتر. یعنی ما یک شکل موج اینجا رو میبینیم و یک شکل موج خروجی روی امیتر رو. این ولتاژ مثبت، اینم ولتاژ منفی، این منفی اسیلوسکوپ یا گیره سوسماری، سیگنال بیس روی پراپ اوله، پراپ دوم روی امیتر، اینم پراپ دوم. حالا فانکشن جنراتور مثبت روی مقاومت، منفی روی 0 ولت. کمی شلوغ شد ولی براتون شرح دادم که به چه حالت متصله. حالا میخوایم اسیلوسکوپ رو ببینیم. خب من ارتباطات رو برقرار کردم، فانکشن جنراتور روشن میکنم. دقت بفرمایید، این شکل بزرگ که سینوسی کامله ورودی فانکشن جنراتور، شکل موج دوم که به صورت نصفه هست مربوط به خروجی امیتر. همون چیزی که ما حدس زدیم، یعنی ولتاژ از طریق فانکشن جنراتور و به صورت سینوسی داره وارد بیس میشه، در این بخش ولتاژ منفی میشه، بس ترانزیستور خاموشه، ما خروجی نداریم و در بخش مثبت دوباره ترانزیستور روشن. کاملا درسته، چون ما هیچ ولتاژی روی بیس نداریم. طراح میاد چیکار میکنه؟ میاد از طریق کلکتور از اینجا یک مقاومت روی بیس قرار میده که بارها شما اینو دیدید، تا ولتاژ بیس رو فراهم کنه، ترانزیستور روشن بشه. حالا سیگنالی که داره وارد میشه سوار اون ولتاژ میشه. در واقع این ولتاژ به صورت دی سی آفست هست. حالا من میخوام همین کار رو انجام بدم. فعلا نمیخوام اینجا مقاومت بذارم، میخوام یک ولتاژ دی سی رو روی سیگنال ورودی بیس قرار بدم. این گزینه تو فانکشن جنراتور شما هست، نوشته آفست. حالا همین کار رو انجام میدم. پس دوباره این سیگنال رو میذارم سر جاش. اسیلوسکوپ تو این حالت تو وضعیت دی سی هست، یعنی اگر شما کانال رو نگاه کنی کوپلینگ دی سی داره، هم کانال یک هم کانال دو، برای اینکه ما بتونیم این وضعیت رو ببینیم. حالا توی فانکشن جنراتور آفست رو ولتاژش رو بالا میبرم. دقت بفرمایید، 1 ولت به شکل موج دقت کنید، 2 ولت، 3 ولت. تریگر رو تنظیم کنم. خب چه اتفاقی افتاد؟ ولتاژ دی سی به همراه شکل موج سینوسی وارد شد. بس دیگه زیر نمودار نیست، یعنی همواره بالای نموداره. بس ترانزیستور دائم روشنه. این سیگنال زرد رنگ که کوچکتر دیده میشه سیگنال ورودیه و این سیگنال دومه. کوچکترش کردم. الان شما دارید میبینید که شکل موج سینوسی کامله
ولی بالای نموداره، یعنی ولتاژ دی سی به همراه سیگنال وجود داره. این مشکل ما رو حل کرد، یعنی ما تونستیم سیگنال رو به صورت کامل تو خروجی بگیریم. ولی طراح همیشه نمیاد دی سی آفست قرار بده. راحت ترین راه قرار دادن مقاومته. یک مقاومت از اینجا قرار میدیم روی بیس، یعنی کلکتور روی بیس یک مقاومت قرار میگیره. حالا میخوام همین کار رو انجام بدم، بس دی سی آفست رو صفر میکنم، تریگر رو تنظیم میکنم، مقیاس رو تنظیم کردم. حالا میام یک مقاومت 100 اوم از روی کلکتور روی بیس قرار میدم، بس دی سی آفست رو حذف کرده بودم. حالا دقت بفرمایید، دوباره شکل موجا کاملا، شکل موجا رو بیارم پایین تر. خب همونطور که مشاهده میکنید در خروجی بازم شکل موج سینوسی کامله، بدون اینکه ولتاژ ورودی یا سیگنال ورودی ولتاژ دی سی داشته باشه. ولی این یک مشکله، چون ما نباید در خروجی ولتاژ دی سی داشته باشیم. چطور میتونیم این مشکل رو حل کنیم؟ الان اتفاقی که روی اسیلوسکوپ افتاد این بود. به کمک گزینه آفست در فانکشن جنراتور ما یک ولتاژ دی سی اضافه کردیم، یعنی اگه در اینجا 0 ولت باشه ما یه مقدار ولتاژ اینجا قرار دادیم، مثلا 2 ولت یا 3 ولت. پس سیگنال سینوسی از اینجا شروع شد، یعنی ولتاژ دی سی به صورت یک خط صافه سیگنال سینوسی به این حالت اجرا شد، یعنی به جای اینکه بیاد رو محور قرار بگیره آفست شد به مقدار بالاتر. بس بخش منفی سیگنال دیگه زیر نمودار نیست، به خاطر همین ترانزیستور با گرفتن این ولتاژ دائم روشنه و شکل موج سینوسی رو به صورت کامل داره به ما میده. خب این روش اول بود. تو روش دومم هم دقیقا همین اتفاق افتاد. به کمک یک مقاومت ولتاژی که در اینجا قرار داره یا در اینجا فرقی نمی کنه، از همینجا به بیس دادیم. تمام این مقاومت ها باید محاسبه بشه طبق دیتا شیت ترانزیستور. این مقاومت یک ولتاژ ثابت رو به بیس رسوند، بس چیزی شبیه دی سی آفست شد، یعنی ولتاژ روی بیس قرار گرفته و این شکل موج سینوسی در مکان بالاتر از نمودار داره وارد میشه. خب بس هر دوتا یکی بود، ولی تو خروجی یک اتفاقی افتاد. اگر ما خروجی رو از اینجا فرض میگیریم اینجا آوت هست در نظر بگیریم، سیگنالی که ما داریم در اینجا دارای ولتاژ دی سی هست که ما این رو نمیخوایم. یک راه بسیار آسان وجود داره که الان عملا تو اسیلوسکوپ خواهیم دید. در بخش خروجی فقط کافیه یک خازن قرار بدیم، همون خازن کوپلاش. خازن از عبور ولتاژ دی سی جلوگیری میکنه، ولی شکل موج سینوسی رو اجازه عبور میده. بس در اینجا ولتاژ دی سی حذف میشه و ما دقیقاً یک شکل موج سینوسی روی محور نمودار خواهیم داشت. حالا بریم رو اسیلوسکوپ اینو ببینیم. خب دقت بفرمایید. الان یک مقاومت 100 اوم اینجا قرار دادم. تمام این مقاومت‌ها به صورت فرضی هستن. همه باید محاسبه بشن. خروجی شما دارید میبینید از محور اصلی به سمت بالا رفته، یعنی دارای دی سی آفست هست. فقط کافیه من رو خروجی امیتر یک خازن قرار بدم. فرض میگیریم این خازن 10 نانو. این خازن هم باید محاسبه بشه. حالا خروجی اسیلوسکوپ رو بعد از خازن قرار میدم. دقت بفرمایید، شکل سینوسی از بالای نمودار با حذف ولتاژ دی سی دوباره برگشت روی محور نمودار. اسیلوسکوپ من همچنان در حالت کوپلینگ دی سیه. در اینجا نوشته دی سی. پس دیگه تقریبا متوجه شدیم به چه دلیلی یک مقاومت از کلکتور روی بیس قرار گرفته در ترانزیستورهای NPN و اینکه در خروجی ها ما غالبا یک خازن داریم، همون خازن کوپلینگ. این مقاومت
باعث میشه که شکل موج ما به صورت کامل در خروجی دیده بشه، در واقع ترانزیستور رو روشن نگه میداره و این خازن میاد ولتاژ دی سی رو از سیگنال ورودی حذف میکنه. من سعی کردم که این مباحث رو به ساده ترین شکل ممکن براتون بگم. همونطور که میدونید محاسبات زیادی باید انجام بشه. هدف من این بود که شما خروجی رو روی اسیلوسکوپ به صورت بصری هم ببینید. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.